کشته شدن بیرحمانه و خودسرانه شخصی در پاکستان به جرم قرآن سوزی و اهانت به مقدسات اسلامی از سوی جمعیتی خشبین واکنش دولت و شخصیت های مذهبی این کشور را در پی داشته است این حادثه در منطقه میانچنون در خانیوال صورت گرفت و بررسی انجام شده نشان می دهد انتشار اندیشه افراطی و بین سنی های تون رو عامل چنین رفتارهای خودسلانهی در پاکستان شده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مشتاق احمد ساکن روستای بارچک از توابع منطقه خانیوال در ایالت پنجاب قربانی یک قتل خود سران شده است. در این حادثه جمعیت خشمگین با ابزارهای مختلف آهنی و غیره به او حمله کرده وی را به طرز غیر انسانی به قتل رساندند به گفته اهالی روستا شخص قربانی در سالهای اخیر از نظر روانی در وضعیت مناسبی نبوده به نحوی که این وضعیت به جدایی وی از همسرش منجر شده بود فرد مقتول به دلیل مشکلات روحی و روانی چند روز را به صورت پیوسته در خارج از منزل مسکونی خود به سر می پلیس پس از این واقعه علیه 300 نفر پرونده جنایی تشکیل داده است و تا کنون نزدیک به صد نفر نیز بازداشت شدن. بیشتر افرادی که این شخص را به جرم اهانت به اسلام کشتن به مناطق دیگر پاکستان متواری شدند و تلاش نیروهای پلیس برای دستگیری عاملان این جنایت در این روستا و مناطق دیگر همچنان ادامه دارد. عمران خان نخست وزیر پاکستان با محکومیت این حادثه ورشناسایی و مجازات سخت عاملان آن تاکید کرد و گفت به افراد و مردم عادی اجازه نخواهیم داد به صورت خودسرانه قانون را اجرا کنند ما با شدت با هر نوع اقدامات خشونت آمیزی مقابله می کنیم اما واقعیت امر این است که انتشار گسترده اندیشه سنی های تند رو در سراسر پاکستان عامل بروزه چنین اقدام های خودسرانه است و این افراد بدون مراجعه به قانون با تکیه بر فتوای مفتی های وهابی از طرف خود حکم صادر کرده و علیه فرد مجازات اعمال می‌کنند در حالی که ممکن است بعد از بررسی دقیق و بیشتر مشخص شود که اصلا فرد مورد نظر عمدی در کار نداشته یا قصد دیگر داشته است اما کور بودن عقل و تفکر این سنی های تند رو جلوی تصمیم درست قانونی عاقلانه و منطقی را میگیرد